حجاب رو حالا دیدگاه شما میخوایم ببینیم چیه؟ حجاب از دیدگاه اسلام رو دیدیم، از دیدگاه غربی ها رو شنیدیم، حجاب از دیدگاه شما چیه؟ غربی و اسلامیش نکنیم. من میگم هر کسی باید به عقاید خودش باشه و چه خوبه که حالا با حجاب، بی حجاب یا هر چیزی کنار هم بتونن باشن. من نمیگم شما چادرتون رو بردارین یا حجاب نداشته باشین. شاید اگه یه روزی آزادی بشه منم ان شاءالله از سرم بر ندارم، ولی باید به عقاید همدیگه بنظرم باید احترام بذاریم. اصلا نمیشه به زور سر یکی چادر کرد. نمیگم شما هم دارین به زور این کار انجام میدین، ولی تا حالا شده مثلا ما از این چیزا داشته باشیم که بخوان بگن که حجابتون رو بردارین؟ حالا عقیده شما راجع به حجاب چیه؟ که گفتم غیر از عقیده چیز دیگه‌ای نبود. دوست دارید که حجاب رو چطوری بیایید؟ چادر برسر نکنید ولی با چه پوششی بیایید بیرون؟ میخوایم اینا رو بدونیم. بس بحث چالشیه. نمیخوایم ببخشید کسی رو محکوم کنیم یا یک کسی رو نمیدونم چادر گذاشته رو سرش ببریم بالا بگیم خوشا به حال شما، آفرین بر شما. واقعا حجاب چادر حجاب خوبیه، پوشش خوبیه. ولی خب یه سری افراد هم هستن با این پوشش نمیگم مخالفن، ولی خب یه سری محدودیت میدونن. میخوایم اینو از دیدگاه شما، نظر شما رو بدونیم. آزادی رو تا چه حد میدونید؟ حجاب رو تا چه حد میدونید؟ همین حجابی که شما الان دارید این حجاب کامل میدونید یا اینکه نه؟ این که الان حجاب کامل، مثلا به حجاب اعتقادی ندارم که این بخواد حجاب کامل باشه یا اینکه چه میدونم نیمه حجاب باشه یا خب هر چیزی. چرا این منشأیت و این سرچشمه حجاب این که قبول ندارین یعنی چی؟ از کجا اومده؟ انسان آزاد و فریده شده، آزاد هم حق انتخاب. بله کاملا صحیح. اما به نظرتون چادر شما رو منع میکنه از کاری؟ مانع پیشرفتتون میشه چادر؟ چادر الان که از من نخواب برسن اقعی کش بدم، چون من فقط اعتقادم. منظورم همونه که صحبت کنید راجع به اعتقادتون. یا به طور دیگه میتونیم بگیم آیا چادر با آزادی منافات داره؟ نه اصلا این رو من میگم با حجاب، بی حجاب، با چادر، با مانتو، بدون مانتو، با روسری، بی روسری، همه میتونیم کنار هم باشیم. اصلا نمیگم که من خب. همه بی حجاب شیم یا همه با حجاب شیم. خب اگه الان ما به شما چادر هدیه بدیم شما این چادر رو برسن میکنیم؟ اگه شما قبول کنید پیرهن تو در بی حجاب نشه باشیم من اون چادر رو قبول میکنم، ولی این کارو نمی کنی، من همون چادر رو قبول نمی کنم. بله بسیار. خودشون درستشون اعتقاد خودشون رو دارن میگن. هر شخص یه نظری داره. من برای خودم این چادر رو که رو سر گذاشتم یه عقیده ای داشتم، فلسفه چادر رو فهمیدم و بر سرم گذاشتم. این خانم هم همینطور، من به نظرشون احترام میذاریم. ممنون که به تریبون به گفتگوی تریبونمون تشریف آوردید و صحبت کردید. همین که این اعتماد به نفس رو داشتن و راجع به اعتقاداتشون صحبت کردن واقعا ممنونیم. یه سلامات بفرستید برشون. من میخوام یه نکته رو بگم. بله خواهر ما بحث کردن که مثلا میشه با حجاب، بی حجاب، چادر با چادر کنار هم باشن. ایشون نظرشون محترمه، ولی من هم چه عقیده دارم. میگم که شما تصور بکنین که مثلا یه شکلات که پوشیده باشه، یه شکلات باز باشه، یه شکلات نصفه باشه، همه میتونن کنار هم باشن، ولی بلا نسبت این جمع، آیا این مگس هایی که تو این هوا هستن شما آیا... به خودتون توهین میکنین و میگین مگس؟ نه نه اجازه بدین نظر شما. ببین من میگم که آیا اون مگس ها، ببین شما فرض کنین منم یک مگس، آیا شما اون شکلات سربسته باشین مگسه به اون شکلات سربسته ضربه میزنه یا به اون شکلات باز؟ این سوال من جواب بدین یا بشه مرحله بعدی؟ این سوالتون اصلا از ریشه مشکل داره. مشکلش شما بگین. سوالش رو شما چطوری مطرح میکنید؟ آقای حبیب‌پور سوال رو به این شکل مطرح کرد. اعتقاد آدم ها شکلات نیست. اعتقاد آدم ها نمیشه با شکلات یکی کرد. آدم ها مگس هم نیستن. ببین ما قیاس کردیم، مثال زدیم. قیاس شما مشکل داره. این از ریشه این مشکل. یعنی چی؟ من مثلا شکلات در وستن، ایشون که چادر دارن، من که الان مثلا شکلات نیمه. نه من قصد جسارت نداشتم. من میخوام الان شما الان شما سوال من اینکه جواب بدین. الان شما حالا میگم والا شد من در اون مقامی نباشم که بخوام با شما بحث کنم. من دارم جای این خواهران، الان خواهران اگر حرف ایشونو قبول دارن پس معذرت میخوام با چادرشون در بیارن. نه من چیزی رو نمیگم. شما خب ببینیم.